نشست علمی روزانه آیت الله صادق حسین شیرازی روزهای پنج شنبه و جمعه اول و دوم جمادی الاولا اولای سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در رابطه با میتی که دیون وی بیش از اموال اوس فرمودند اگر اموال منقول و غیر منقول میت شامل املاک و پول و حتی لباسهای تن او را محاسبه کردند چنانچه دیون بیش از اموال است نوبت به وسایا و تقسیم ارث نمی رسد و دیون را بایستی به قاعده عدل و انصاف تقسیم نمود معظم الله در ادامه فرمودند اما اگر دیون کمتر از مای املاک میت است پس از پرداخت دیون یک سوم اموال او خرج وسایا می شود و دو سوم باقی مانده بین ورسه تقسیم می شود لذا اگر دیون و بدهی های میت ابزون بر دارایی های اوست دیگر اموال او نه به وصیت میرسد و نه تقسیم ارث بین ورسه و در چنین شرایطی در روایات صحیح آمده و معمولان به می باشد که بر امام المسلمین که بیت المال در اختیار اوست لازم است که بدهی های او را پرداخت کند و اگر پرداخت نکرد گناه آن, گناه آن برگردن اوست ایشان در رابطه با طلب مهریه زوجه به عنوان دین و کیفیت پرداختان از اموال میت فرمودند اگر زوجه مهری طلب دارد این دین است و همچون سایر دیون میت بایستی پرداخت شود اما دلیلی برای اولویت پرداخت مهریه زوجه نسبت به سایر دیون وجود ندارد لذا اگر اموال میت کمتر از دیون او بود اموال میت با رعایت عدل و انصاف و به میزان مطالبه طلبکاران بین آنها تقسیم می شود و مهریه زوجه همانند سایر دیون به مقدار اموال میت بر اساس قاعده عدل و انصاف پرداخت خواهد شد با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم نه به چه دلیل تقدم داره این یه طلب زوجه مثل اینکه اگه زده پای کسی شکنده باید دیه بده اونم یه طلب کاره یا از کسی پول قرض کرده و نداده مرده اون هم طلبکار طلبکار ها ردیف به همه نه نه چه خصوصیتی داره دلیلی نداره برای که محریه خصوصیت داره نه این لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاصد فرکانس 1273 بیننده نشست علمی باشید